یک بخش نشست دیروز شورای عالی مصالحه ملی پشت درهای بسته ادامه یافت نشستی که هیئت گفتگو کننده سال خواستهای جدی و بزرگ طالبان را با رهبری شورا در میان گذاشت امرالله صالح در یادداشت نشست امنیتی روزانهش می گوید پس از شنیدن صحبت و تبصره هیئت گفتگو کننده حکومت و این نتیجه رسیده که طالبان به زندگی مسالمت آمیز با افغانستان جدید اعتقاد ندارند و نهادهای امنیتی به آنان تفهیم کنند که غلط کرده اند. و باور آقای ساله گفتگوها برای پایان دادن به این بحران ادامه یابد اما راه حل تنها از قطر نمی گذارد. چگونه میشه باور کرد که طالب ها گروهی که وحشت دهشت و قتل و افغانکشی در سرلوحه برنامه هایش هست ما باور به ای داشته باشیم که به دنبال صلح واقعی که شعار میتن هستند طالب ها حسن نیت خود را بار بار زیر پا کردند و آن چیزی را که در شعار مطرح کردند در عمل چیز دیگر به اثبات رساندن با این حال رایزنی ها و گفتگاه های رهبری شورای عالی مصالحه ملی برای تعیین نقشه راه سال برای دومین روز ادامه یافته است. در این نشست فیصله شده که دور بعدی گفتگاه ها در دوها و در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد. یا بر هوادونو چی بهیر د درخواست کرده او د کورونا ناروغي لامل غوي او ستول په دې سلاشي ويدي چې دویم دور مذاکرات به هم په 15 د جنوري بيټه په دوحه کې پیل شي او د وانسان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې په 15 د جنوري په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبان سره پیل کړي شماری از های مجلس سنا از شورای عالی مسالحه ملی میخوان که مجمع عمومی خود را تشکیل دهد تا هیئت با یک نقشه راه مشخص راهی دور بعدی گفتگوها شود خواست ما از شورای عالی مصالحی است که مجمع عمومی را تشکیل بدهد، جلسات درست آغاز شود و این طرف ما یک طرح واحد یک برنامه واحد و یک آیت واحد در رابطه با صلح داشته باشیم و این خدا بخواهی که نتیجه بده ریاست جمهوری هم میگوید که رئیس جمهور غنی به درخواست شورای عالی مصالح ملی موافقت کرده که دور دوم گفتگوها در قطر انجام شود اما تاکید ریاست جمهوری برای دورهای بعدی گفتگوها که در داخل افغانستان برگزار شود پابرجاست